سلام به همه، من مارتین هستم از ایران و کرد هستم. من قبل از اینکه ایمان بیارم مسلمان بودم. اسلام مثل ادیان دیگه یه سری مناسکات داره، یه سری حاجات داره، یه سری فرایض داره به قول خودمون، یعنی یه سری قوانین داره که باید رعایت بشه. درسته ما هم انجام میدادیم چون بالاخره مسلمون بودیم دیگه، 100% نماز روزه بود و زکات بوده. من یه بچه مسلمون سنی مذهب بودم. خب شاید خیلی ها ندونن، ولی خب تو ایران دو تا مذهب هست، یکی شیعه و یکی سنی. من مسلمونم، سنی مذهب بودم و خب بزرگترین تفاوتش، یعنی اگه شما وارد مسیحیت میشی خیلی تابلوه، یعنی خیلی فوراً دیده میشه، یعنی قانون تو فقط تکیه میکنی بر ارتباط با خدا، یعنی رو در رو، هیچ واسطه ای نداره، هیچ چیزی نداره، هیچ قانونی نداره. یعنی وقتی شما مسیحی میشی و به عیسی ایمان میاری آزاد میشی از هر گونه بند و اسارت و از هر گونه قانون. واقعیتش اولین بار من یک رفیق داشتم، یک دوست خیلی نازنین داشتم. من اصلا کلن کلمه عیسی مسیح، اسمشو، اصلا کتاب مقدس، همون خبر خوش، اولین بار این دوستم به من منتقل کرد، یعنی از اون شنیدم. من 2012 ایران، من شغل و مسلک قبلیم که نقاشی بود، گالری هنری داشتم و خب کلاس‌های خصوصی برگزار می‌کردم داشتم. این دوستمون دقیقا تو کار من بود، یعنی ایشون هم همچین چیزی بود، شغلشون همچین کارهایی میکردن. ایشون اولین بار من نمایشگاه گذاشته بودم، بعد از یک سال آشنایی اومدن نمایشگاه من و گفت من یه خبر خیلی خوب برای تو دارم. منم همیشه کنجکاو بودم، گفتم خدا این یکی دو بار اینو به من گفته، خبر خوب چیه؟ گفتم پس چرا نمیگی خبر خوبو، ما هم بشنویم، به هر حال دلمون زهر رفت، میخوام بشنویم. گفت حالا اگه شد یه قرار با هم دیگه میذاریم، این خبر من به شما میگم. ایشون تقریبا 2 سال بود با من آشنا بودن، ولی چیزی که خیلی مهمه برای من، یعنی مهم بود، شخصیت ایشون جدای از هر انسانی بود که تا به حال دیده بودم. شخصیت این دوست عزیز، حرفاش، چیزایی که میگفت برای من تازگی داشت، یعنی هیچ وقت من نشنیده بودم. خب من یک مسلمان واقعی بودم و خب داخل مذهب خودم واقعا خدا رو میپرستیدم و سعی میکردم چیزی که خدا از ما میخواد همیشه انجام بدم، یعنی کل شریعت و حالا کارهای خیر و خیلی چیزهای دیگه، یعنی سعی میکردم یه بچه نمازخونه خیلی قهار باشم به قول معروف. ولی این دوستمون هر وقت، هر بار می اومد گالری و می شست و من حالا خودم بیشتر مشتاق بودم بهش زنگ می زدم، می گفتم یوسف اگه می تونی بیا، من تا بیای یه چای برات حاضر می کنم، قهوه، هر چی خواستی، فقط یه ساعت بیا پیش من بشین. چون چیزایی از اون می شنیدم، محبتش بی انتها بود، در حالی که اون هیچ نیازی به من نداشت، ولی همیشه برای من سوال بود آقا چرا این اینجوریه، چرا برخورده، چرا من که من هستم، یعنی منم به اون نیاز دارم، اون هیچ نیازی به من نداره، اون داره کارهای منو انجام میده، اون داره به من کمک میکنه.
همیشه این سوالات برای من بود، همیشه تو مغزم بود. حالا من تقریبا 2013 بود، من ازش یه سوال کردم، گفتم ببخشید 2012 بود، گفتم تو چرا همچین آدمی هستی؟ تو چرا با همه فرق میکنی؟ تو چرا برخوردت اینجوریه؟ تو چرا اینجوری حرف میزنی؟ یه جوری حرف میزنی تو؟ گفت من چجوری حرف میزنم؟ گفتم تو چیزایی میگی من قبلا نشنیدم. خب تو همون کلمه خدا رو میگی، خب منم عاشق خدا هستم، ولی وقتی تو میگی خدا یه جوری میگی که قلبم میلرزه. اینا حقیقتی بود که در اون دوست عزیز میدیدم. یعنی همیشه باور کنید شب که میرفتم حتما بهش یه زنگی بهش میدادم، یا یه ویسی میدادم، یا یه پیامی میدادم، میگفتم ببینم چی کار میکنه. خیلی منو به خودش نزدیک کرد، خیلی منو به خودش جذب کرد، تا اینکه 2013 بعد از یک سال این ارتباط و رفاقت و ارتباط کاری و اینا، گفت میخوای همیشه بهت میگم بالاخره من یه خبر خوب به تو میدم، چیه اون خبر خوب میخوای بدونی؟ گفتم بابا بگو، دق کردم، بگو این خبر خوب چیه، مطمئنم مثل خودت شیرینه این خبر. یک کتاب مقدس به من داد، یک کتاب مقدس، فقط عهد جدید بود، کل کتاب مقدس نبود، یک کتاب بشارتی بود. اونو به من داد، گفت میتونی این رو مطالعه بکنی. منم اولین بار بود یک کتاب انجیل میدیدم، یک کتاب مقدس میدیدم. نوشته بود انجیل مقدس روش، منم اینجوری کتاب رو نگه داشتم و بهش نگاه کردم، گفتم یوسف این چیه؟ بابا این در مورد مسیح عیساست، حضرت عیسی، یعنی چیزی که قبلا تو قرآن هم اومده و ما همه میدونیم. گفتم بابا این به درد من نمیخوره، این خبر خوبت این بود، تو داری منو راهمو کج میکنی، میترسم از این چیه. گفت ببین من 2 سال تو رو میشناسم، تو منو چجوری شناختی؟ گفتم اونقدر که لازمه من تو رو شناختم. گفت پس به من اعتماد کن، این کتابو بخون. خب واقعیتش خودتون میدونه، خب ایرانی ها میدونن، وقتی میگن حضرت محمدی، میگن قرآن یا پیغمبر، در کنارش وقتی میگن عیسی، یه سری سوالات براشون پیش میاد، چون الان به قول معروف تکنولوژی زیاد شده و پدر مادرامون هم همیشه میگفتن، میگفتن کسی که مسیحی میشه دیگه نجسه، یعنی دیگه باید خونش حلاله و باید بکشنش. و به هر حال ما مسلمان بودیم، این چیزا بود، متاسفانه الان هم هست. گفتم باشه من به تو اعتماد میکنم، این کتابو میخونم، و خوندم، مطالعه کردم. 1 سال من اون کتابو مطالعه کردم، 2013 تا 2014 حدوداً 1 سال من کتاب مقدس انجیل عهد جدید رو مطالعه کردم. این حالا خیلی ها الان میپرسن ازم، میپرسن میگفتن که شما چرا 1 سال این کتاب مطالعه کردی؟ تو که لازم نبود، تو میتونی 1 ماه 2 ماه اونو بخونی. گفتم من یه مشکل داشتم، مشکلم این بود که من واقعا با قرآن عجین شده بودم، یعنی کاملا با قرآن آشنایی داشتم، یعنی یه اطلاعات تقریبا میشه گفت 100% کاملی داشتم نسبت به قرآن. این باعث میشد که من دیر ایمان بیارم، ولی خب آخرش بعد از 1 سال که ایمان آوردم، اصلا با اطمینان کامل، یعنی با چیزی که 100% اطمینان داشتم، چون من زمینه قبلی داشتم، بک‌گراند قبلیم که معلوم بود براش تسلط داشتم که میشه قرآن، از اون ورم که کتاب مقدس جلوم بود و هر سوالی هم که در می آوردم
جوابشو تا پیدا نمی کردم خب ولکن نبودم دیگه. این دلیلش بود که یه سال طول کشید که من این آوردم. چه تغییراتی در مارتین ایجاد شد؟ آیا چیزی بود که عوض بشه؟ بله، من کل اصلا سیستم زندگیم عوض شد. قبلا که یه محبت می کردم، یعنی دقیقا با خدا مستقیم معامله می کردم، می گفتم خدایا ببین من دارم به ایشون یه محبتی میکنم، جواب منو زود بده. یعنی دقیقا این بود. ولی نه، الان نه، بدون اینکه هیچ انتظاری هم داشته باشم، بدون اینکه هیچ فکری تو سرم باشه، فقط انجام میدم همین. خب مطمئنا تغییرات ایجاد میشه. حالا کسی که وارد مسیحیت میشه اینا رو احساس میکنه، با اینا زندگی میکنه، با این تغییرات. کسی که با مسیح باشه دست خودش نیست، خود به خود به وجود میاد. یعنی اینا تو سینم حفظ شده، یعنی با تمام وجودم تغییر خودم رو احساس میکنم همه جوره.